درایت چیه؟ درایت یعنی عقل، یعنی شعور، یعنی معرفت، یعنی عرفان، یعنی دانایی، یعنی آگاهی، یعنی انصاف، یعنی درایت که در کنار سیاست قرار میگیره. درایت در کنار سیاست باید قرار بگیره. این دوتا مکمل همدیگن به نظر من. و یک انسان با درایت و با سیاست کوشش میکنه برای منافع خودش و اگر در سیستم برای منافع ملتش کوشش و تلاش بکنه. پس نباید اینقدر تفکیک. اگه یادتون باشه وقتی که اسم درایت اومد و بعد اسم حرف سیاست، کلمه سیاست کاملا مجزا بودن از هم دیگه. برای اکثر مردم وقتی که این سوال مطرح شد، حتی همیشه الان شما همین احساسو داشتین، در صورتی که سیاست نباید از درایت دور باشه. خطر دور شدن سیاست از درایت همین مصیبت‌های تاریخی. بریم برگردیم سراغ روانشناسی، روانشناسی فردی و خانوادگی. یه روانشناسی کلی و اجتماعی و سیاسی بود، حالا روانشناسی فردی. اینو ما زیاد شنیدیم که زن باید سیاست داشته باشه، مرد باید سیاست داشته باشه. صداها خیلی فرق کرد. زن باید اینجوری سیاست، ولی مرد باید خشن باشه. دوباره اگه دقت کنیم میبینیم چقدر غمگین دوباره از این کلمه چقدر سفسطه شده و چقدر مورد سوء استفاده قرار میگیره. دوباره یه وسیله شد، یه ابزار شد که هنوز ازدواج نکردی هی شستشوی مغزی داد باده میشه بهت که گربه رو باید دم حجله کشت، به خدمت با طرف باید رسید. آدم باید سیاست داشته باشه، رو نکنه همه چیشو. یعنی چی؟ یعنی حقه باز باشه، یعنی حیله‌گر باشه، یعنی اذیت و آزار کنه، یعنی به خاطر منافع شخصی خودش ظلم و اجحاف بکنه به دیگری. و اکثرا که نگاه میکنیم میبینیم که اینو از کودکی همینطور به ما تلقین کردن، به ما گفتن که باید سیاست داشته باشه. و کودک وقتی که تو خانه نشسته، خب داره میبینه این دغل‌بازی ها رو، داره میبینه که همین الان مادره یا بابا داشت فوش میداد، تا طرف زنگ زد یا طرف اومد خونش قربون صدقش هم رفت، چی تعارفی کرد، چقدر ازش تمجید کرد. اینا همه میشه فریبکاری و همون جریان سیاست. که بعد اگر بعضی وقتا الان بچه های این ور آب که بزرگ شدن یا به دنیا اومدن جلوی این سیاست بازی ها وای میسن با بابا مامانا، دستشون رو میشه واسه این بچه ها، برای اینکه اینا ساده تر بزرگ شدن. خانوما فکر نمی کنن که من اگر درایت داشته باشم که خیلی بهتر میتونم زندگی کنم. من اگر با درایت، با عقل و شعور و انصاف و دانایی آگاهی به همسرم، حالا من مرد و یا من زن، نوازش و تقدیر بکنم، تشویق بکنم، این که خیلی بهتر از سیاست بازی و دغل بازی دروغ منه که بالاخره مردم متوجه میشن. ببینیم مردم خام نیستن. این بزرگترین اشتباهی که ما فکر کنیم مردم رو میتونیم خام کنیم. اگر یه تعداد از مردم رو بتونیم خام کنیم، بازم اونم موقتیه، بازم بالاخره توی موقعیتی متوجه میشه که خام شده. پس این سیاست دغل‌بازی منفی رو برداریم ازش، بذاریم سیاست سالم در کنار درایت